سلام دوستان، دلم برایتان تنگ شده بود. دفعه قبل چه چیزی نقاشی کردم؟ درسته ما یک اقیانوس رنگارنگ با رنگ‌های شگفت‌انگیز نقاشی کردم. امروز ما به شما دوباره آثار آندری درین را نشان می‌دهیم و قصد داریم نه تنها مناظر طبیعی بلکه نقاشی‌های او از چهره‌ها را هم ببینیم. خیلی هیجان زده هستم که بدانم چه آثار هنری قرار است ببینیم. پس بیایید سریع بریم سراغ آثار هنری آندری درین. این قسمت حیات پیش روی را نشان می‌ده. درختان سبز طوری به نظر می‌رسند گویی به آسمان آفتابی سلام می‌کنند. این قسمت چه چیزی میخواد نشان بدهد؟ در یک نگاه ما میتوانیم یک دهکده با خانه های کوچک و بزرگ ببینیم. یک مزرعه بزرگ، آن پشت کوها و آسمان. یک دهکده شگفت انگیز است. این یکی چطور؟ این جالب و خنده دارد چون درختان بلند پیش روی به نظر میرسند دارن میرقصند. اینکه مردم در حال انجام چه کاری هستن آنقدرها هم برای نقاش مهم نبوده. در عوض بیشتر ترجیح داده که چطور آزادانه از رنگ ها استفاده کنه و چطور در آن یک احساس قوی و تاثیرگذار را خلق کنه. و احتمالاً به خاطر همین است که این رنگ های قوی و آزاد توانستن خلق شوند. این یک اثر هنری است که دارد یک شخص را نشان می‌ده. می توانید ببینید که صورت شخص به رنگ آبی، زرد، صورتی و رنگ‌های دیگر رنگ‌آمیزی شده است. به نظر می رسد که به نرمی و با دقت رنگ‌آمیزی نشده، اما او عمدن اینطور به نمایش گذاشته تا باعث شود طوری به نظر برسد گویی یک بچه آن را رنگ کرده است. این یکی چه چیزی را نشان می ده؟ شاید ناتمام به نظر برسه، اما در واقع یک تکه متحیر کننده است. اگر به نگاه کردن با آن ادامه بتن می توانین تشخیص بتن که آنها مردم هستند. شکل آن بسیار ساده است و هیچ حالات صورتی وجود نداره و فقط شخصی که در وسط است لباسهایش برجسته است، در حالی که دیگرانی که نزدیک او هستند فقط با خطوط طراحی شدند. امروز ما قصد داریم که نگاهی به این تصویر صورت بیاندازیم و مانند یک نقاش آن را نشان بدهیم. آماده اید که شروع کنیم؟ برای شروع ما ابتدا باید حالتها را به دست بیاوریم. فعلا فقط یک نگاه بیاندازید. این بار شما نیازی ندارید که تصویر را به جزئیات بکشید.
اگر حالتها را به دست آوردید بیشتر روی جزئیات کار میکنیم. از آنجایی که ما میخواهیم بعداً با خودکار بکشیم الان آن را پاک نمیکنیم، اما بیایید آن را با مداد کمی تاریکتر بکشیم. اما زیاد به مدادتان فشار وارد نکنید، چون ممکن است بعداً به سختی پاک شود. تنها به مقدار کافی نیرو وارد کنید.
اگر کار با مدادتان تمام شده است، بالای آن را با خود کار میکشیم. این بار ما نمیخواییم که چشم ها، بینی و لب ها را بکشیم. بعد از اینکه همه چیز را در بالای صفحه کشیده، من طرحهایی که با مداد کشیده را پاک میکنم. سپس مانند ای آن را رنگ خواهیم کرد. شما یا میتوانید آن قسمت ها را رنگ کنید یا مثل ای با خطوط داخل آن را پر کنید. هنرمندی که ما با آن امروز آشنا شدیم از این خطوط به فراوانی استفاده میکند. بنابراین من فکر میکنم که خیلی خوب است که شما هم مانند او از خطوط زیادی استفاده کنید. شما می توانید یا از خطوط و یا از شکل‌ها و حالت‌هایی که دوست دارین استفاده کنین. از رنگ‌های فراوانی برای تمام کردن نقاشی خود استفاده کنین. یک لحظه صفحه نمایش را متوقف کنید و سعی کنید افراد داخل نقاشی را همانند آثار اندرو درین به تصویر بکشید. من نقاشی خود را اینگونه به اتمام رساندم. شما چطور؟ کلاس امروز چطور بود؟ خیلی جالب است که ما فقط با کشیدن چند خط و نه رنگ کردن همه قسمت ها می توانیم یک اثر هنری خلق کنیم.
وقتی خطوط جالب و الگوهای در اطرافتان پیدا میکنید، سعی کنید که آنها را در قالب یک اثر هنری به نمایش بگذارید. بعد از آن شما میتوانید از محیط اطراف خود لذت ببرید. پس بیایید منتظر کلاس بعدی خود باشیم. خدا نگهدار دوستان.